به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. افراد ناشناس در کاپیسا کودکی را پس از ربودن کشتند و جسدش را آتش زدند. سلام وطندار می نگارد. مسئولان در فرماندهی امنیه کاپیسا از کشته شدن یک کودک 5 ساله به نام بلال توسط افراد ناشناس در مربوطات مرکز این ولایت خبر می دهند. عبدالفتاح فایز سخنگوی فرماندهی امنیه کاپیسا و سلام وطندار می گوید که افراد ناشناس این کودک را حوالی 4 عصر چهارشنبه نوع عمل از نزدیک خانهشان در روستای قصابان از مربوطات مرکز این ولایت را بوده بودند. به گفته آقای فایز، جسد سوخته شده این کودک حوالی ساعت 2:30 پس از چاشت جمعه در منطقه موسوم به کاکری از مربوطات مرکز کاپیسا یافت شده است. سخنگوی فرماندهی امنیه کاپیسا می افزاید که نیروهای امنیتی امارات اسلامی بررسی هایشان در این باره را آغاز کردند تا عاملان رویداد را بازداشت کنند. در این حال محمود، پدر کودک کشته شده و سلام وطندار، می گوید که یک مرد غریب کار است و با کسی دشمنی شخصی ندارد. او می افزاید که پس از ربوده شدن پسرش موضوع را با پلیس در میان گذاشته و خودش هم در جستجوی پسرش بود، اما موفق نشد پسرش را پیدا کند و اثر انجام جسد سوخته اش را دیروز از درون یک بوری رها شده در آب روان در منطقه کاکری یافتند. گفتنی است که وقوع قتل‌های مرموز و هدفمند در این اواخر در شماری از ولایت‌ها افزایش یافته است، چیزی که نگرانی شهروندان را در پی داشته است. انفجار در زابل. منابع محلی در ولایت زابل میگویند که در اثر انفجار ماین منفجر ناشده در این ولایت یک تن کشته و 3 کودک دیگر زخمی شدند. منابع میگویند که این رویداد در منطقه سرخوگانوی ولسوالی شارجوی ولایت زابل زمانی رخ داده است که یک تراکتور کوچی‌ها از کنار آن میگذشت. به گفته منابع، این ماین توسط طالبان جاسازی شده بود و از چند سال به این سو در آن مکان منفجر ناشده باقی مانده بود. زخمیان این رویداد به مرکز صحی در ولسوالی شاجوی منتقل شدند. منابع محلی در ولایت پنچیر میگویند که طالبان یکی از فرماندهان نظامی خود را در این ولایت پس از رد مرز از ترکیه بازداشت کردند. منابع روز جمعه 11 عمل در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که فرد بازداشت شده روح الله امین نام دارد و فرمانده پیشین طالبان برای ولسوالی راخه ولایت پنچیر بود. با گفته منابع، روح الله امین 5 ماه قبل از سوی مقام‌های طالبان برکنار شده بود و پس از آن به ترکیه فرار کرده بود. منابع می‌افزایند که روح الله امین از ترکیه ردمرز شده و استخبارات طالبان وی را به تازگی از ولایت نیمروز بازداشت کرده است. این فرمانده طالبان باشنده اصلی ولسوالی دره بوده و به اتهام باقیداری سلاح و حیف میل عاشق جنگجویان این گروه بازداشت شده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان معاش تقاعد را حرام اعلام کردند. با گزارش سپوتنیک و نقل از رسانه‌های اجتماعی، طالبان معاش تقاعد را حرام اعلام کردند. این در حالی است که لست محرمات در افغانستان بسیار بالا است. موسیقی حرام، درس و کار برای زنان حرام، زیارت حرام، حمام حرام، کرکت حرام و حالا مستمری تقاعد حرام. معاش تقاعد حق هر فرد است که سالها زحمت کشیده و از معاش آنها ماهانه پول تقاعدی گرفته شده و حال باید پرداخت گردد. و در پایان، مهاجران افغانستان مانع سخنرانی دیپلمات‌های طالبان در ایران شدند. منابع آگاه میگویند که مهاجران افغانستان در ایران مانع سخنرانی سفیر و دیپلمات‌های طالبان در تهران شدند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که قرار بود سفیر و دیپلمات‌های طالبان در ایران پیش از ادای نماز جمعه در میان مهاجران افغانستان در منطقه نعمت‌آباد تهران سخنرانی کنند، اما با واکنش تند مهاجران مواجه شدند. در نوار تصویری که به دسترس روزنامه 8 صبح قرار گرفته است نیز دیده می شود که جمع بزرگی از مهاجران افغانستان بر ضد طالبان شعار می‌دهند. آنان با شعارهای مرگ بر طالبان، مرگ بر تروریسم و تروریست آمده مانع سخنرانی سفیر و دیپلمات‌های طالبان شدند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که چند پیش ایران سفارت افغانستان در تهران را به طالبان سپرد.
در آن زمان نیز این اقدام با واکنش‌های تند داخلی و خارجی مواجه شد. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.